هر مطلبی رو که اینجا عنوان شد شما بدونید که حتما از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. الان یه سری کاربردشون میتونیم بگیم، یه سری کاربرداشون پنهانه. مثلا همین حلقه اعوذو که انقدر راجبش بحث کردیم و این سری گفتن اینا، ببینید اینجا یه کاربردشو گفتیم، ولی تو فردا در جنگ های تششعاتی اینها کاربردهای دیگری پیدا میکنن. خب لذا در همون حدی که گفتیم همون حدشو باید جدی بگیریم. خب مثلا یه سرباز میره جنگ، کلاه خود میذاره سرش، نمیدونم چیکار میکنه، بهمان میکنه، نمیدونم ممکنه جلیقه زده گلوله تنش کنه، هزار تا امکانه. خب اونجا اونجوریه، اینجا چه جوریه؟ خب اگر واقعا ما این امکانو بدیم، امکان رویاروی شبکه مثبت و منفی، آیا امکانش هست یا نیست؟ بله. خب اگر امکانشو بدیم که این مسئله وجود داره، در واقع اینجا چگونه ما باید افراد رو آماده کرده باشیم؟ خب هر رزمایشی آمادگی های خاص خودشو میطلبه، درست یا نه؟ خب در این رزمایشی که ما داریم صحبت رو میکنیم، رویاروی شبکه مثبت و منفی، اینجا ورزیدگی های خاص خودشو میخواد، آمادگی های خاص خودشو میخواد. بنابراین ما اینا رو میگیم میریم چون به اصطلاح میخواستیم که با همین مکتب موضوع رو به محک بذاریم، حالا چهار نفرم انجام بدن، به بقیه بگن آقا ما انجام دادیم، شد. شهادت اونا برای بقیه حالا ممکنه کافی باشه، بقیه بگن خب آقا ما انجام ندادیم یا ما متوجه نشدیم، اینا که انجام دادن شده. ولی به نظر میاد که ما باید سیستم اونو عوض کنیم، باید به نظر میاد که ما باید یک مقداری با هم واضح تر صحبت کنیم، شفافتر، آشکارتر. ما البته میخواستیم که در واقع اینجوری نشه و میخواستیم ما که اشاره کردیم به قول تا گفتی میدان بلان تا آخرش رو ما بخونیم، ولی خب متاسفانه این چیز رو نمیگیریم، این فیدبک رو نمیگیریم که در واقع عمق مطلب یا اهمیت مسائل اینا رو در واقع در اون قرار گرفته باشیم. البته یه عده متوجه میشن 100%، یه عده خوی خورده به صلاح چیز نیستن، خیلی ظاهری به مسئله نگاه میکنن، مثلا اگه مورد نیازشون نیست مثلا میگن خب من که کاری ندارم. خب مثلا یه عده میگن که مثلا فرض کن ما که کاری، مثلا فرض کن ما که مثلا قرآن نمیخونیم که حالا حلقه اعوذو بخوایم. نه، این یک مطلب عمده است، یک مطلب کلی است، بحث اینجا نیست. ما فعلا گفتیم که شما برید روی این آزمایش کنید و یواش یواش این ماجراها رو ما بیان ببینیم که به اصطلاح در هر مسئله‌ای که اصولا مبارزه با شبکه منفی هست، یعنی میخوای بری اون سمت، اون وقت این اعوذو مستاق پیدا میکنه. شما خودتونم یه جای دوچاره چیزی میشین میگین پناه بر خدا، یعنی چی؟ یعنی خودتونو در یه خطر منفی دارید میبینید، در یه خطر هم مثلا یه جای ترس مثلا میخواد، یه جای قرار دارین که مثلا یک شوک ترس داره میاد. شما چیکار میتونین بکنین؟ چیکار میتونین بکنین دوستانی که از کاربردش غیر از این مثلا یه شوک ترس داره میاد؟ اصلا ناخودآگاه میگیم پناه بر خدا، اصلا ناخودآگاه میگیم پناه بر خدا، این همونه. حالا الان من توضیح میدم که ببینید شما خب ما شروع کردیم، یعنی در واقع ببینید مثلا یه سرباز میره دوره آموزشی، میدونن سر پانگرش میدارن، هزار بلا به سرش میارن، سینخیز میبرنش، همه این حرفا تا او آماده بشه که اگه فردا مجبور شد 100 متر بدوه نفسش نگیره، اگه فردا مجبور شد نمیدونم یه جایی نمیدونم 2 ساعت به کمین بشینه،
این قابلیت رو داشته باشه. اگه قرار شد چند ساعت سر پا وایسته، خب چند ساعت سر پا وایسته این قابلیت رو داشته باشه. خب اینجا هم ما داریم همین کار رو میکنیم. شما رو ببینیم، میگم بشین پاشو، بشین پاشو، خب کلاغ پرو چیو بلان، شما چقدر نشستین پاشیده، نشستین پاشیده، نشستین پاشیده، خود شما. خب همونه، و در واقع این دوره دوره همونه که شما باید اون قضیه رو دنبال کنید. ایشون باید یه کار بکنید، ایشون یه جوریه، ایشون یه جوریه، هر کسی، من یه جوریم. ما این مسائل رو به اصطلاح به اون ورزیدگی برسیم و به دنبال رسیدن به این ورزیدگی حالا برای همچون مسائلی آماده باشیم. و این قضیه نیاز به خیلی چیزها داره، یعنی کاری که ما میکنیم نیاز داره که ما تجزیه تحلیل اطلاعاتمون خیلی قوی باشه. حالا رو بحث، خب تو این جنگ تجشواتی اطلاعات غلط به ما میدن، جیده جید میدن، مسائل تطمیم میکنن، فری فلان بیسار، همین ها پیش میاد. خب ما باید همین آمادگی ها رو داشته باشیم، اطلاعات رو داشته باشیم، و بعد این روی این امکاناتی که داریم هم چیکار کنیم. خب یعنی سیستم مخابراتی ما، خب سیستم مخابراتی، چون یه سیستم مخابراتی هست، سیستم مخابراتی، سیستم مخابراتی ما نمیدونم چی طرز کار باش، همینا باید ما چیکار کنیم در اون برزیده بشیم، جا بیفته برامون. توجه میکنید یه چیزایی هست شما الان نمیدونید، که این قضیه ماجرای ویروس ها، که کلیه ویروس ها دارن به نفع شبکه منفی عملن، ممکنه خودش نمیدونه. مثلا یه مادری فوت کرده وابسته، خب 30 ساله با این مادره بر اساس مهربانی اومده دخترش رو در تصویر قرار داده. خب اصلا کارش آیا شیطانیه؟ نه، ولی عملا ترمزی شده برای این آدمه که در واقع. بنابراین به طور کلی ویروس های غیر ارگانیک در جهت شبکه منفی، یعنی به نفع شبکه منفی کار میکنن، یعنی آب و به آسیاب دشمن دارن میریزن. و به طور کلی ماجرایی که در دنیا داره راه میفته و داریم راه میندازیم، خب ماجرایی است که بیاد یه دفعه به اصطلاح به این اپیدمی حمله ور بشه. چون فقط بحث شما نیست، که بحث 7 میلیارد انسانه. اگر این در مورد ما صدق کرده، در مورد 7 میلیارد انسان صدق میکنه. درست میگم یا درست نمیگم؟ قبول دارین؟ خب حالا لذا ما جمعیت نمونه‌ای هستیم. کسانی که شما کار میکنید جمعیت آماری و نمونه ایست، تا با یه نفر، دو نفر، سه نفر نشون بدیم اینه، 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 یه دفعه اون به اصطلاح کنترل اپیدمی رو حرفشو بزنیم. و اون ماجرایی که تو کنترل اپیدمی وقتی میای دیگه چیزه، مثل یه اعلام جنگه. خب مثل یه اعلام جنگه، اون وقت دیگه اینها، این ستون پنجم باید بکشن کنار. حالا تو اون کشیدن کنار ابزار خاص خودشو داره دیگه، این نیست که، این انفرادیه، این یه بحث انفرادیه. وقتی اونجا صحبت شد که در واقع این قضیه اتفاق بیفته، اونجا ماجرا دیگه تفاوت پیدا میکنه. خب بنابراین شما الان نسبت به اطلاعاتی که الان دارین، دارین قضاوت میکنید، دارید نگاه میکنید، میگه خب مثلا فرض کن، مثلا فرض کن یه چیزی اومده، سربازی اومده یه دو تا سلاح انفرادی رو داره میبینه، میگه آقا ما باید با این بریم جنگ فلان. اون دیگه خبر نداره که چقدر نیروهای پشتیبانی، هواپیماها، نامچی، ناپا، زیر دریایی ها، مثلا اینا چقدر امکانات هست. خب بنابراین فعلا ما اون چیزها یک انفرادی، ورزیدگی های انفرادی. خب علل خصوص اینه که ما به عنوان پیشاهنگان این کار انتخاب شدیم. خب یعنی از میان عده بسیار زیادی مشتاق ترین ها انتخاب شدن، هیچ کسی هم بی خود نیومده. در الان دیگه طبق اون حکمت و اینها که بررسی کردین، هیچ کسی هم بی خود اصلا حضور، اگر اینجوری فکر میکنین براتون ثابت میشه که اصلا اینجوری نیست.
و حالا نمیدونم چند نفر تا حالا به گذشته رجوع کردن بعد دیدن از یه جایی دعوت شدن، نشانه ای داره چند نفر؟ خب الان نصف بیشتر اون نشانه رو پیدا کردن، بقیه هم نشانه رو حتما یادشون میاد چون نشانه خاصی داره. اون نشانه حالا یا تو خواب یا تو بیداری، نشانه نشانه خاصی است و هیچ کسی بی خود نیست، همه انتخاب شدن، همه در واقع به عنوان پیشاهنگانی برای این عصر به اصطلاح حضور دارن که در این به اصطلاح رویارویی و در این قضیه است. حالا عصری که واردش میشیم دیگه عصری نیست که افراد ناآگاهانه تو خیابون قدم بزنن، اپوش شاتلاق میزنن تو ملاجشون. و الان میبینید دیگه، من الان گزارشی رو که اینجا داشتیم، خب گزارشی رو که داشتیم در واقع هر روز از درسته یا نه، بالا هر روز اصابت هایی داره انجام میشه، در همینجا الان داریم اصابت هایی داره، درسته یا نه؟ بله این اصابت ها هر روز خب هر روز داره اصابت انجام میشه. خیلی خوب، حالا بعضیا فکر میکنن که بله و نه 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 نه، توی یه نمیدونم چیزای انفرادی فردی، حالا این میکروفون اونجاست یه توضیح بفرمایید. خب یه حسابایی که همین بستن و باز کردن و اینها، ما باز میکنیم یکی میبنده، داره الان یه همچین رقابت هر روزانه. خب راست